برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. پلیس پاکستان اعلام کرده که از ازدحام جمعیت در یک مرکز توزیع مواد غذایی در این کشور منجر به کشته شدن دست کم 11 تن از جمله زنان و کودکان شده است. این رویداد روز جمعه 11 فروردین در شهر کراچی رخ داده است. پاکستان هفته گذشته طرحی را برای اهدای آرد رایگان به خانواده‌های کم درآمد در ماه رمضان آغاز کرده. گفتنی است پاکستان با یکی از بدترین بحران‌های اقتصاد تاریخ خود مواجه است. بحران سیاسی، سقوط ارزش روپیه پاکستان، افزایش شدید تورم، خسارات گسترده سیل ویرانگر اخیر و کمبود منابع انرژی اقتصاد این کشور را در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است. ایتالیا دسترسی به چت GPT، ربات مکالمه با هوش مصنوعی را مسدود کرده است. ایتالیا اولین کشور غربی است که چنین تصمیمی می‌گیرد. نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌ها در ایتالیا گفته است که مدل هوش مصنوعی مورد چت GPT نگرانی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی برانگیخته است. این ربات مکالمه را شرکت استارتاپ اوپن AI با پشتیبانی مایکروسافت ساخته است. بنا به اعلام نهاد ناظر در ایتالیا، علاوه بر مسدود شدن چت GPT، شرکت اوپن AI هم برای نقض مقررات حفظ حریم خصوصی مورد تحقیق قرار می‌گیرد. شرکت آمازون قصد دارد سال آینده اینترنت ماهواره‌ای با سرعت حداقل 100 مگابایت در ثانیه راه اندازی کند. این شرکت 10 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری خواهد کرد. دریافت کننده های آمازون بسیار کوچکتر از ریسیور های استارلینک است. منابع محلی و رسانه ای از جان باختن 2 دانش آموز و زخمی شدن 6 تن دیگر بر اثر وقوع حمله تروریستی به مدرسه ای در شمال افغانستان خبر دادند. گفته می شود در این حمله که در ولایت جوزجان شمالی رخ داد، یک فرد ناشناس یک بمب دستی به طرف مدرسه ای دخترانه پرتاب کرد. کشور هلند به داشتن مساجد و مؤسسه های اسلامی بسیار که به حفظ سنت های مذهبی و فرهنگی مسلمانان کمک می کند شهرت دارد. اما ماه مبارک رمضان امسال در این کشور به دلیل تعامل و ارتباط بی سابقه غیر مسلمانان و مسلمانان این کشور متفاوت از سالهای گذشته است. مسلمانان هلند امسال این ماه مبارک را با برپای سفره‌های رمضانی و فعالیت‌های معنوی و نماز جشن می‌گیرند و در بازارهای مخصوص آمستردام، لاهه، روتردام و اوترخت برای تهیه کالاهای سنتی که در افطار و سحری استفاده می‌کنند، می‌چرخند تا آنها را فراهم کنند. اما صحنه قابل توجه امسال همراهی و تعامل هلندی‌ها با روزداران مسلمان در ماه مبارک رمضان است. با حضور جمعی از شیعیان نیجریه، مراسم تفسیر قرآن در حسینیه امام حسین علیه السلام در شهر بیدا برگزار شد. گفتنی است بیدا شهری در ایالت نیجر در کشور نیجریه است که میلیون ها شیعه و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در آن زندگی می کنند.